سلام 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 بر عزیزایی که همین لحظه بیننده برنامه هستن و سپاسگزار از همکارای خوبم که این بخش برنامه را واگذار کردن بر ما. عیدتان مبارک و خدا کنه که روزهای عید به خوبی و خوشی سپری کنید. عزیزا تمام کینه و کدورتتان دور داشته باشین، برین از اونایی که خفه هستین و از اونایی که چیز بر دل دارین در آغوش بگیرین و عید مبارکی برش بتین و لبخند بزنین. من امروز خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما قرار دارم. خوشحال تر از این هستم که امروز یک مهمان خیلی خوب دارم. مهمان ما آقای حکیم ترسن هستن. شما با گپا و حرفا و کارکردهایش بیشتر آشنا هستین، اما ای که در مواردی که قرار است صحبت کنیم گپای ایدی است که اینا چی کار میکنن روزای اید، کجا میباشن، کیا با دیدنشان میای، گپای است که هنوز ما نمیفهمیم و قرار است به این سوالات تا چند لحظه‌ای که با شما هستیم جواب بدن و امیدوار هستم که بر شما هم خوش بگذره. سلام و وقت بخیر آقای ترسن، عیدتان مبارک. ما هم هر سلام خدمت شما و کارکنان شما و بیننده‌های نهایت عزیز و گرامی دارم. آرزو دارم که یک صبح خوش را آغاز کرده باشند با عید سعید فطر و عید بر هر هموطنم تبریک میگم. امیدوار هستم که بعد از عید هم چون آمد آمد صلح هست، یک فضای صلح و امن و ثبات و آرامش به تا هر روز شان مانند روزهای عید خوش و خندان باشد. آمین ترسن صاحب. امروز قرار است ما عزیزا بدور از فضای سیاست، بدور از فضای گفت و گپ‌های سیاسی، در یک فضای دوستانه و خودمانی و وطنی با یک گلاس چای الدار صحبت‌های خیلی خوبه با ترسن صاحب داشته باشیم. بین از اینجا آغاز کنیم که ایده چیگونه آغاز کردین ترسن صاحب و چیگونه میگذره تا حالا؟ خب حید از نام شو ایدا است، چون همی که جمله هید است، اید یعنی خوشی. خب طبیعی است که اید با خوشی آغاز میشه، با دیدن دوستا، همون رقمی که شما هم در هنانستان گفتین که باید کینه و کبوت کنار گذاشت و همه در کنار هم آمد و با یک روبوسی و تبریکی اید تماما همون مشکلات را که با دوست داریم او را کنار بگذاریم، بر همیشه فقط هم دیگر را در آغوش بگیریم. من هم آرزو دارم که دوستای خود ببینم، عزیزای خود ببینم و دیگه امو یک عزیزا و دوستای ملاقه دارن که بیاین مرا ببینن. من فقط همیش در خدمت بودیم و می خواهیم که در خدمت دوستا و عزیزان خود باشم. چیزی که خیلی مهم است ترسن صاحب، شما در بسیار وقت کم خیلی محبوب شدین، شهرت بیش از حد پیدا کردین، در دل مردم جا پیدا کردین و ای که رازی موفقیت چی بوده که قدر مردم امروز شما را دوست داره، در مورد از این میشه کوتاه بپردازین بر ما؟ چرا نه جان من، ببینین من نه پول دارم و نه پیسه و چیزی که داشتم خواستم که یک مکتب صداقت، راستگویی و مکتب ناترسی را ایجاد بکنم و با صحبت‌های خود همه دردها و رنج‌ها و هندوها و غم‌های مردم خود از طریق رسانه‌ها و صحبت‌های خود با دوستا از نزدیک و طریق رسانه‌ها انعکاس دادم و انعکاس می‌دهم، جز از وظیفه و وجایب خود می‌دانم. صحبت‌های من نه به اساس عقده‌ها بوده، نه به اساس بدبینی‌ها بوده، فقط انعکاسش واقعیت‌های جامعه بوده که درک کردیم درد و رنج مردم ما را. بناهن همین صحبت‌های ما به حساب دوستا و عزیزا هم وطنهای ما را، چون دردشان بود بیشتر محبت شما صدای مردم شد. بلند کردین بیشتر و از صدای خاموش از صداقت حرف زدین همیشه. ترسن صاحب و بین بپردازیم به ای که روزایید معمولا شما کجا میرین، دیدن کیها میرین؟ خب قبلا دیگر چون بزرگای دیگه هم داشتیم که متاسفانه همروز اونا نیستن، یعنی پدرم و کاکایم که اونا حق دار بدن و مادر ما که خداوند بی نیاز با جمع مرده الاسلام همه را طریق مغفرت بگردانه،
خب طبیعی است که فعلا خودم کلان هستم و نه به این مفهوم که کلان نباید به دیدن خردها و دوستا و عزیزا بره. طبیعی است که خانه همشیرایم است، برادرایم است و سایر دوستا و عزیزای دیگه ما هستن، همون رقم که نامحبت میکنن به دیدن من میان ایجاب میکنن که من هم دیدن دوستا و عزیزای خود برم و عید برشان تبریکی بدم. نظرتان ترسن صاحب در مورد ای که در این سالهای اخیر ما عید برگزار میکنیم و یا در این سن سالی که ما قرار داریم چی است؟ آیا قبلنا عید مزدارتر بود و یا هم در این سالها؟ یا شاید مثلا فرق میکنه وقت و زمانش با او امکاناتی که در اون وقت قرار داشت و با امکاناتی که امروز است؟ به نظرتان فرق کرده چیز در این مسئله؟ مزداری در کدامش بیشتر بوده، قبلنا یا حالا؟ ببینین جانب، خب که به گذشته ها دسترخان بسیار کمرنگ بود، ولی خانه و لانه و کاشانه و دل هر عزیز ما به کوههایی از میر و محبت بود. ولی امروز متاسفانه که دسترخان ها پر هست ولی میر کم شده، چون از یک طرف 43 سال جنگ بوده و مردم ما درد و رنج دیدن و درد و رنج میبینن همه روز، و در پولیش یعنی همو جنگ ما را فاصله داده از هنانات و کلتور و کلچر که داشته، بناهن سابقه ها یعنی همو گفته آقای فرهاد دریا او غایتا وقتای بسیار خوب بود و واقعا از هیت همه لذت می برد. در سن سالی که شما قرار داشتین، البته باید بگیم شاید 18 و 19 تا 20، اول صبح که بیدار می شدین چی کار می کردین روز عید؟ خب ما از طفلیت هم بگیم، زمانی که ما بخی طفل بودیم همو 6-7 ساله، شما قبول بکنید که همو لباسای ما در زمانی که خواب می کردیم بالا سر ما بود، که صبح زود بخیزیم، زود صبح شود، چون این دیگه واقعا لذت داشت. هر بزرگ شفقت میکرد، محبت میکرد، دستایشان میبوسیدیم، اونا نوازش میکردن. او زمان ها میقران که یعنی 50 پول شد دیگه، میقران یک راپه باز هیدی میداد برای ما، بسیار زیاد پیسه زیاد بود. بله بود که همه چیز میشد، یعنی از هر دوست عزیز ما. بناهن دیگه باز همو زمانه که جوان هم بودیم، بعد از اینکه بعد از نمازی هید فقط عجله میکردیم که بیم پیش پدر و مادر و دیسپوسی شد و اونا را ایدی را تبریکی ببین و باز بعدن به دیدن ساحر بزرگا میرفت. در اوقات بیکاری چی کار میکنین؟ مثلا بیشتر چی خوش دارین؟ اگر یک فرصت پیدا کنین در یک روز برای چند ساعت، خوش دارین چی کار انجام بدین؟ خب من زمانی که برای من فرصت مساعد میشه بر رفع خستگی، اول کوش میکنم که موسیقی بشنم. موسیقی؟ چون موسیقی را زیاد خوش دارم، علاقه مندش هستم، موسیقی میشنوم و امی بس. عزیزا، ترسن صاحب از موسیقی حرف زدن و حرف پیشتر ما از ایدی و ایدی دادن بود. حالا ای که ترسن صاحب نخواستن بر ما ایدی بتن، ولی یک ایدی دیگه که دوستا از اینا میخواید داشته باشن ایرم بعدن برشان میگیم و مطمئن هستم. حالا حرف روی موسیقی آمد، موسیقی را همگی دوست دارن، بیشتر از کدام سبکای موسیقی خوشتان میاد؟ مثلا از کدام آوازخانه آهنگش را گوش میکنین شما؟ خب من همش غزل میشنوم، زیاد خوش دارم غزل، چون در حوج اشعار گنجانیده شده که واقعا ازش آدم لذت میبره. یک دوم دیگه، به تمام هنرمندای خود من یک احترام خاص دارم و هر کدامشان به سبک خود و به من با کوهایی از زیبایی‌هایش هنر نمایی میکنن. خب ولی من چون آدم سابقه هستم، از سابقه ها خواندن های احمد زایر خدا ببخشش، از زایر و ویدا، از استاد سرهنگ، از رحیم بخش و از فراد دریا،
زمین را گوش میکنه. ترسن صاحب، چون روز عید است و شما میفهمین، ما هم میدانیم، بیننده هم میدانند که در روزهای عید همیشه مهمان ها رفت آمد میکنند. شاید دیگه وقتا یک مهمان بتانه که چاشت یا شب خانه یک عزیز خود بانه، ولی در روز عید نمیشه، چون معمولا همیشه رفت آمد مهمان ها است. ما بیشتر وقت شما را نمیگیریم. همی که امروز ما را دعوت کردین به خانه‌تان و خوشحال شدیم که صحبت هایی داشتیم، داخل این بخش برنامه ما ترسن صاحب، اگر شما راحت هستین یک زمزمه کوچک به عنوان ایدی برای علاقمندای خودتان، برای علاقمندای تلویزیون ما تقدیم کنین که بعدش با همکارای دیگه ما میپیوندیم و بخش های دیگه برنامه هم داریم. به خاطر خوشی هم وطنم، به خاطر از این که مردمم خوش باشه، اگر تصمیمم گرفته بودم که در هیچ برنامه دیگه زمزمه نکنم، ولی به خاطر چون عید است، به خاطر خوشی مردم ما و خوشی و شما، و چون برنامه شما به خاطر خوشی های مردم است، به خاطر برنامه شما. حالا همیم ایدی است برای عزیزایی که شما میشناسین و عزیزایی که شما را دوست دارن. خب میری زهر رجبی، تو جمالوم و نهی، تو حقیقت می هستی آرم جوان، تم سے قربان و میری جان و میری جان، مدت شد که تو را من ندیدم سر را، مدت شد که تو را من ندیدم سر را، یار کم نما که دلو دیده کنم فرش سر را. به به به، تشکر ترسن صاحب عزیز، تشکر. شما خیلی لطف دارین، شما مهربان هستین از اینکه حرف ما را به زمین نمانین و ایدی را تقدیم ما و تقدیم عزیزایی که شما را دوست دارن و بینندای برنامه ما. سپاس از اینکه وقت گذاشتین که به این مصاحبه داشته باشیم در روز عید همراه شما. گپ و گفت‌هایی که داشتیم خیلی شیرین بود و خیلی لذت بردم از اینکه در این فضای صمیمانه چند لحظه با شما بودم. در اخیر اگر کدام پیام کوتاه داشته باشین برای اونایی که شما را دوست دارن، کمره های ما در این بخش برنامه در خدمت شما قرار داره. خب من یک بار دیگه برای همه هموطنان خود بازم عید تبریک میگم و آرزو دارم که هر روز شان مانند روزهای عید خوش و خندان و در کنار هم جمع با دوستا و عزیزا باشن، همیشه خوشی ها و لبخند به لبهایشان باشه و درد و رنج و غم و هندو فاصله ها ازشان داشته باشه، و من به دوستا و عزیزای خود و همی بیننده ها و شنونده ها هم میگم که بیاین همدگر پذیر باشیم، بیاین همدگر را بپذیریم، بیاین افغانستان مثل یک باغ است و هر حدبای از این کشور و هر اقوام و اقشاری که در این وطن زندگی میکنن گلهای از این وطن است که هیچ باغ بدون گل زیبایی خود را نداره، ولی هر کدام، هر ملیت و مذهب و قوم ما اینجا با رنگهای مرغوب، با بوهای زیبا و مرغوب دیگر زندگی دارن. هم دیگر پذیر باشین، اتحاد داشته باشین، اتفاق داشته باشین، بر ختم جنگ تلاش بکنین، فریب چار کسره که با سرنوشتان بازی میکنن نخورین. خوش همیشه سرفراز، سربلند، متحد و مانند روزهای عید خوش و خندان باشه. شما سلامت باشین آقای ترسن، و تشکر از شما هم عزیزای خوب برنامه. بازم دوباره میگم عید بر شما تبریکی میتام. با بخش های دیگه برنامه ما با همکارای بسیار خوبم هم باشین، اونا هم گپ و گفت هایی بر شما دارن. خدا نگهدار.